افتخار دده بالا با نام هنری مهستی در 25 آبان 1325 در تهران زاده شد. اسم اصلیش خدیجه دده بالا بود ولی توی خونه افتخار صداش می زدن. در خیابان عین‌الدوله به دنیا آمد و تنها یه خواهر بزرگتر از خودش به اسم معصومه یا همون هایده داشت و اصالتاً هم ترک بودن. پدرشون محمد دده بالا و مادرشون خانم زینت بلغاری مولودی خون مراسم های مذهبی بود و این دو خواهر کنار مادرشون در مراسم ها مولودی می خوندن. در مورد کشف استعداد مهستی دو تا روایت هست. توی یکی از این روایت ها گفته شده پرویز یا حقی به طور اتفاقی صدای این دو خواهر رو از یکی از مجالس ها می شنوه، خیلی به صداشون علاقمند می شه، اونا رو به خوانندگی و موسیقی تشویق می کنه. ولی یه روایت دیگه هم هست که میگه مهستی و هایده در نوجوانی به کلاسای موسیقی اکبر گلپایگانی میرفتن و در سال 1342 که مهستی 17 ساله بود به پرویز یاحقی معرفی شد که به نظر من با توجه به خانواده مذهبی مهستی و متأهل بودن هایده در اون زمان روایت اول درست سر به نظر میاد. ممنون میشم اگه اطلاعات بیشتری در این باره دارید کامنت بذارید. ناگفته نمونه که خانوادهشون اوایل با آوازخونی و خوانندگی چندان موافق نبودن و استقبال نمی‌کردن از این کار، چون اون زمان خوانندگی برای یه زن تو خیلی از خانواده‌ها به خصوص خانواده‌های مذهبی تا حدودی تابو محسوب می‌شد. اما خب به هر شکلی که بود مهستی کارش رو شروع کرد. هایده از مهستی بزرگتر بود، اما چون مهستی اون موقع مجرد بود راحت‌تر و زودتر از خواهرش هایده تونست خوانندگی رو شروع کنه. اسم هنری خودش یعنی مهستی رو هم از مهستی گنجه‌ای شاعر ایرانی الهام گرفته بود. شروع کار مهستی از سن 17 سالگی در برنامه گلها بود که ترانه‌ای به اسم آن که دلم را برده خدایا رو در سبک موسیقی کلاسیک ایرانی خوند. اما بعد از مدتی کم کم سبک پاپ رو شروع کرد، چون تو اون دوران گرایش عموم مردم بیشتر به این سمت بود، به خصوص در دوران بعد از انقلاب. کوروش ناظمیان همسر اول مهستی بود که در سال 1346 با مهستی ازدواج کرد و حاصل این ازدواجشون هم دختری به نام سحر بود که سال 1347 متولد شد. کوروش ناظمیان بعد از چند سال زندگی مشترک با مهستی عاشق یه خواننده دیگه میشه. اون خواننده نیر عسکری یا همون فیروزه خواننده سبک کوچه بازاری بود. کوروش از مهستی جدا شد و با فیروزه ازدواج کرد. گفته شده فیروزه و مهستی قبل از این ماجرا با هم دوست بودن و حتی فیروزه با تشویق مهستی خوانندگی رو شروع کرده بوده. ناگفته نمونه که فیروزه هنوز در قید حیاته و 74 سال سن داره. مهستی علاقه زیادی به همسرش کوروش داشت و این جدایی خیلی تاثیر زیادی روی مهستی گذاشت. ترانه های بیاخونه، بازیچه و دلغک رو هم خطاب به کوروش ناظمیان خوند. مهستی بعد از یه مدت با همسر دومش بهرام سنندجی ازدواج کرد. بهرام صاحب کارخونه کفش بود، اما سرانجام ازدواجشون جدایی بود. مهستی بعد از این جدایی تصمیم گرفت که دیگه ازدواج نکنه و در اون زمان با مادرش در فرمانیه تهران با هم دیگه زندگی می کردن. 7 شهریور 1357 بعد از انفجار در سینما رکس آبادان، مهستی به همراه خواهر و مادرش به کشور انگلیس رفت و بعد از انقلاب هیچ وقتی که نتونست به ایران برگرده. بعد از یک سال حضورش در لندن سال 58 با آمریکا مهاجرت کرد و اواخر این سال به پیشنهاد پرویز غریب افشار اولین آلبوم موسیقی خودش رو در آمریکا منتشر کرد. مهستی به سرطان روده بزرگ مبتلا بود و تا حدود 4 سال بیماریش رو علنی نکرد و ترجیح داد در این باره صحبتی نکنه، اما تحت شیمی درمانی خفیف قرار گرفته بود. پزشکا بهش هشدار داده بودن که در صورت مداوا با دوز بالاتر داروها ممکنه مشکلی توی صداش به وجود بیاد و نتونه مثل سابق فعالیت کنه. با این حال مهستی در نوروز سال 86 که قرار بود کنسرتی توی دبی داشته باشه
به خاطر عوض کردن دوباره علائم بیماریش توی یکی از بیمارستان‌های دبی بستری شد و فوراً به لس آنجلس برگشت. و اونجا بود که مجبور شد بیماریش رو علنی کنه و در مصاحبه با نادر سالارپور به همراه پزشک خانوادگی شرکت کرد و اعلام کرد که به بیماری سرطان مبتلا شده و باید پرتو درمانی بشه. بعد از انتشار آلبوم موفق از خود خواسته مهستی در حالی که مشغول تهیه یه آلبوم دیگه با همکاری شادمهر عقیلی بود در کالیفرنیای شمالی ساعت 7:52 صبح 4 تیر 86 بعد از 4 سال جنگیدن با سرطان چشم از جهان فرو بست. پیکر مهستی در ساعت 12:30 روز جمعه 8 تیر 86 در قبرستان وست‌وود لس آنجلس کنار مادرش و خواهرش هایده به خاک سپرده شد. مهستی در طول زندگی هنریش با تعداد زیادی از آهنگسازای ایرانی در سبکای مختلف از پرویز یاحقی و اسدالله ملک گرفته تا حسن شماعی‌زاده و منوچهر چشم‌آذر و خیلی های دیگه همکاری داشت. همچنین مهستی در خیلی از فیلم‌های ایرانی قبل از انقلاب به جای بازیگر نقش اول فیلم‌ها ترانه خونده. از جمله این فیلم‌ها میتونیم به فیلم‌های ببر مازندران، شیرین و فرهاد، شکوه قهرمان، نسل شجاعان، شهر هرت، قاتلین هم می‌گریان، مرغ تخم‌طلا و ماجرای شب ژانویه اشاره کنیم. از مهستی حدوداً 40 تا آلبوم به جا مونده. جدا از مهارت‌های خوانندگیش، مردمی بودن، شرکت کردن تو کارهای عامل منفعه و همچنین برخورد صمیمانه مهستی با مردم در کنسرت‌هاش باعث علاقه زیاد مردم به اون شده بود و حتی نسل‌هایی که بعد از مرگش به دنیا اومدن هم مهستی و ترانه‌هاش رو به خوبی می‌شناسن و از اونها استقبال می‌کنن.